سلام بچه‌ها، خوش اومدید آقا به قسمت دوم این سریال جدیدمون. مقدونی‌ها رو شروع کردیم تو بازی روم تو تالوار 1. فکشن مقدونی‌ها هستش، 4 تا شهر داریم و پایتختمون هم که اینجاست. اسمش یکم سخته، تسالونیکا یا همچین چیزی اسم پایتختمون. خیلی خب، بدون معطلی بریم شروع کنیم لذت بردن و تجربه کردن و حس خوب گرفتن از این بازی زیبا. دوست دارم که شهرهایی که حکومت خاصی براشون حکرانی نمی کنه رو سریعتر از همسایه‌ها فتحشون کنم. اینا تراس ها هستن، اینم که فکشن لیدره، پادشاه تراس هاست، ساوتس، 60 ساله و 3 ستاره، در میدان جنگ میتونه اذیتمون کنه. خب آقای دیپلماتمون هم بفرستیم به سمت تراس ها. دوست دارم باهاش متحد شم، چون تو این موقعیت احتمالاً سکاها اینجا باشن و دوسیا هم این طرف باشه. میخوام که با تراس ها متحد شم که حمله این دوتا به سمت من رو دفع کنه، اگر با متحد شه و اگر قبول کنه. بعد خودم شهر یونان و اینا رو با خاک یکسان کنم، اسپارتا و اینا رو، جزیره یونان و این شبه جزیره بزرگ یونان رو سعی کنم بیارم زیر سلطه خودم. بعدش سریع قبل از اینکه رومیا پا بگیرن، رومیا رو با خاک یکسان کنیم، بعدش هم بریم سراغ این جایی که بهمون گفته. ماموریت گفته 15 تا، حالا ما تا جایی که حالشو داشته باشیم ادامه میدیم. گفته شهرهای یونان و تراسا رو باید نابود کنیم و 15 تا ایالت هم زیر سلطه داشته باشه. خب اولین کاری که بچه‌ها می‌کنیم اینی که میریم وضعیت مالی رو چک می‌کنیم. تقریبا 6700 تا 200 تا کم 6500 تا درآمدمونه و 3800 تا خرجمونه. تقریبا 2900 تا هر ترن یا هر ترن به گلدمون اضافه میشه. خب اولین کاری که میکنیم بچه ها، برای اینکه علکی هی تک تک شهرها رو باز نکنیم، اوتومنیش تکسس آنلی رو تیکشو میزنیم رو سیو اگه بره تا آخر، که منظور این شهر خوشحاله خودش بیاد اوتومات تکس رو افزایش بده، این شهر ناراحته خودش بیاد اوتومات مالیات رو کم کنه که مردمش یکم شاد شن، خودش اینا رو مدیریت کنه. مثلا شهرمون رفته دادش بالا، علکی کلید 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 نکن رو شهر. خب استاتوس آف زئوس ات اولیمپیا رو داریم که بهمون 4 تا بونوس میده تو پاولیشن لویالتی این اول ستلمنتس. خب این معبد زئوس رو داریم که 4 تا چیز میده بهمون، اینجاست واندری که گذاشته، پابلیک اردرمون رو میبره بالاتر تو کل شهرامون. خب اولین ساخت و سازی که میخوام توی کل شهرام داشته باشم، چون میخوام بازی رو تجارتی نظامی ببرم بالا و میخوام، چون من خیلی بهترم توی مدیریت ارتش های سوار نظام، نمیخوام با قدرت اصلی یونانی ها استفاده کنم از پیاده نظام نیزه بلندشون، بیشتر میخوام برم رو فوکوس رو بذارم رو سوار نظام، چون مقدونی ها سوار نظام خوبی دارن به نسبت باقی یونانی ها، مثل شرای یونان یا تراسه ها، گریک سیتیز یا تراسه ها. خیلی خوب، پس بریم اول معبد زئوس رو تو همه شهر ها میسازم، چون هم 5% مردم قانون رو بیشتر رعایت میکنن تو این لول یکش، هم 5% شادی بیشتر به مردم میده که این باعث بشه پابلیک اردرمون یا نظم عمومیمون بیشتر بشه و ما اینطوری میتونیم از مردم مالیات بیشتری بگیریم، پس در نتیجه سود بیشتری به حکومت ما میرسه. خب معبد زئوس رو اینجا میسازیم تو این شهرمون، تو این شهرمونم معبد زئوس رو میسازیم، در پایتختمون هم معبد زئوس جان عزیز رو میسازیم، تو این شهرم معبد زئوس رو بازم در دستور ساخت قرار.
این علامت ها هم که میدونی بچه ها دیگه چیه دیگه، زیاد نخوام توضیح بدم، خیلی مبتدی و اینا. اولی اینکامشه که خودش نوشته، یعنی مبلغ سودی که ماهیانه هر ترم یا هر 6 ماه داره این شهر بهمون میده. بعدی تقریبا وضعیت شادی و ناراحتی مردم از حکومت اون شهرشونه. بعدی رشد جمعیتی که اگه سبز باشه یعنی جمعیت داره رشد میکنه، زرد یعنی وایساده، قرمز هم یعنی جمعیت داره کم میشه. این عکس چکش کلنگم، یعنی یک کانستراکشنی داره اینجا ساخته میشه، داره بویلد میشه اینجا و یک ساختمونی داره اینجا ساخته میشه. حالا اگر ما سرباز هم بزنیم بسازه، چون اینجا فعلا اولی شهری است که سرباز نظام میتونم بسازم، یه 3-4 تا بسازم. خب این عکس سرباز دردم اینجا میاد که میگه اینجا داریم ترین میدیم یونیتا رو، یعنی داریم سرباز میسازیم خیلی راحت و آسان. خیلی خب من اینجا یه شاهز فامیلی تری رو هم نگاه کنیم، یکم بازی رو داستانی تر بخوایم پیش ببریم. آنتیگونوس، اگه درست تلفظش کنم، پادشاه کشور مقدونی ها هست و 5 ستاره هم هست، 50 سالشه. دوست دارم ازش تو میدون جنگ استفاده کنم چون گوتاماندره، کامان تلند هم داره، بعد اتکش خوبه دیگه. چی داره؟ مدیریتش و مدیریت شهرش هم خوبه، ولی خب دوست دارم بیشتر تو حمله ازش استفاده کنم. پس ها راستی شاهزاده رو نگاه نکردیم، حواسم پرت کلن. پسر بزرگش گیرس یا گیراس یا همچین چیزی، اونم 4 ستاره است، اونم خوبه، تو شهرش هم میتونه سوار نظام بسازه، 3 تا میزنیم بسازه فعلا. پسر دوم 27 ساله ایونس یا ایونوس یا همچین چیزی، زیاد 2 ستاره است، اونقدر خوب نیست ولی بازم از هیچ از این بهتره، از پسر آخرش خیلی بهتره. 20 سالشه، مجرد هنوز و منیجمنتش خوبه فقط. خیلی خوب، این پسرمون که احتمالاً در آینده بیاریمش تو پایتخت جای پدرش بذاریم، شاید هم همین الان بیاریمش، معلوم نیست. شما هستی؟ آره. اینو میبریم تو پایتخت بذاریم که پایتختمون رو مدیریت کنه، مرکز حکومت رو. سربازارم که داریم ساخته بشه اینجا با داوشمون آقای پادشاهمون، بریم به این سمت که اینجا استانبول قدیم یا بیزانس رو اگه درست بگم اونجا رو فتح کنیم، چون یک شهریه که دست ریبل‌ها یا دست مردم معمولیه و حکومت پادشاهی بالا سر اون شهر نیست. زودتر از تراس‌ها دوستانم اون شهر رو فتح کنم، بعدش هم ارتش جنوبم که آماده شد با پسر دومم که ایشون هستن و یک جنگنده خوبه مثل پدرش، آتن و اسپارتا رو دوستان فتح کنم. این برنامه همه، بریم تورن بعد ببینیم چی پیش میاد. خب اینجا یه ارتش نسبتاً خوبی رو یونانی ها خارج کردن. کی هست؟ پادشاهشون 56 سالشه، کلیو منس آف سپارتا، 5 ستاره است. از پادشاه ما سنش بیشتره و تقریبا اندازه پادشاه ما قدرت داره. خب تقریبا میشه گفت که 7500 درآمد داریم، 3200 هم 7800 درآمد داریم، 4200 هم داریم خرج سرباز میدیم که برامون چقدر میمونه؟ 4200 3600 تقریبا سود داریم هر ماه. تقریبا اینطوری یه سرانگشتی حساب میکنم ببینم چقدر میتونم سرباز حساب کنم. خب یه جاسوس پیدا کردیم اینجا، به 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 به، نگهبان شهر رو ارتقا میدیم به همین راحتی، چه نگهبان چرتی داره. خب مهم نیست، اینم که میگه سربازا ساخته شدن، شهرمون فعلا هیچ ساخت و سازی ندارن. جاسوسمون رو ببریم جلوتر. بیزانتیوم
تو این بازی فعلا اسم شهر بیزانس یا همین استانبول امروزیه. خب آر راه تجاری و نقشت هم به ما بده، تجارت هم ما هم بکنیم. قبوله؟ قبول کرد. به به. خب حالا بیا با هم متحد شیم تراسه ی عزیز میشی؟ او گفت نه ما فعلا سودی تو این متحد شدن برای خودمون نمیبینیم. خیلی خوب، امیدوارم بعدا ما متحد شیم، اگه نه که ما اذیت میشیم، گناه داریم، نمیتونیم راحت شما رو نابود کنیم. در جنوب این شهرم استبل نداره، دوستانم براش استبل بسازم که بتونیم سوار نظام بیشتری تربیت کنیم. این شهرم استبل داره، جاده هم داره، خوبه. این شهرم هم جاده داره، استبل هم داره. گولد مایندن میسازیم که سودمون بیشتر شه. این شهرمون هم هیچی نداره. خب ویلا رو میسازیم که لول شهر بره بالا، بتونیم استبل توش بسازیم، چون از این شمال هم با این شهرمون باید ارتش سازی کنیم برای حمله به شمال. و سربازم که فعلا نمیتونیم بسازیم، داره میسازه خود شهرمون تقریبا. اینجا چقدر ارتش داریم؟ کم داریم. اگه یک اسب دیگه بسازیم، سوارکارمون مشخصاتش اینطوریه، 7 تا اتک دارن، 5 تا دفاع، سنگین اسلحه هستن و چارج بونوس خوبی دارن، یعنی موقع سرعت گرفتن و ضربه اولیه اتک بیشتری و ضربه بیشتری به دشمن میدن. و تقریبا 54 تا. من یونیت نامبر رو از روی هیوج آوردم روی لارج که بازی روانتر و بهتر اجرا بشه، زیاد رو مخ نباشه فتح شهر. خلاصه تا جایی که میتونستم یه جوری برنامه‌ریزی کردم بازی بهمون خوش بگذره. خب این شاهزاده رو آوردیم تو شهر شمالی، یکم مدیریت کنه اینجا رو، به سود بیشتر ما رو برسونه. البته از شهرهای مقدونی زیاد نباید توقع سود داشت. سود اگه میخوای و شهر پردرآمد میخوای، باید مصر رو بازی کنی تو این بازی. خب بریم تورن بعدی. دستی ها گفته تجارت نقشه‌شون هم بهمون میدن. قبول. حالا داداش شما که این همه راه اومدی با ما متحد میشی؟ قبول کرد. به به. خیلی خوب، با داسیا متحد شدیم، نقشه‌ش هم بهمون داد، موقعیتش رو تقریبا فهمیدیم. آخ خیلی خوب. آقا جنگ اولمون صورت گرفت، دو پادشاه در مقابل هم، دو پادشاه 5 ستاره. ارتش ایشون رو بخوایم ملاحظه کنیم، فلکسمن داره با اتک خیلی قوی، نباید درگیر نزدیک ایجاد کنیم. اینا میسلاشون خطرناکه، اینا هم که 6-6 خودش 60 ساله است و اسبای گارد محافظ پادشاهشون هم 12-11. این که دوتا عدد رو میکنم، من حمله و دفاع شروع میکنم. حالا تو طول این سریال این بازی روم توتالواری که با من همراه هستین معمولا همینطوری خواهد بود، 12-11 یعنی 12 تا حمله 11 تا دفاع. خب 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 سیستم پیشبینی کرده که قدرت ما بیشتره، امیدوارم همینی که سیستم میگه باشه. بریم شروع کنیم، امیدواریم که قدرت ما بیشتر باشه. اومده تو خاک بیزانتیوم جلوی ما رو گرفته که نریم زودتر از اون شهر رو فتح کنیم. با اون قرارداد تجاری بست و به همون حمله کرد، تقاضای متحد شدن ما رو هم رد کرد. خب حرفای پادشاه رو متاسفانه قطع کردیم وسط صحبتش، عذرخواهی میکنم. و اینم دوست ندارم. این سه تا گروهان اسب هم مثلثی میشن به این شکل. دوست دارم بذارم، آها اینو دوست دارم. دوباره گروهشون میکنیم که این حالت فرمگیری رو حفظ کنن. اینا هم نیزه ها بالا اینجا وایسین.
منطقه بالادست رو دشمن داره تقریبا میشه گفت. استارت بتل رو که بزنیم حمله مستقیم سوار نظامم به فرماندهشون رو میخوام داشته باشم. خب یکم بریم جلوتر، دستور مستقیم حمله رو بدم. حالا بدم که یه چارج هم داشته باشم. خوردیم به صفحه اول دشمن، کشته داریم زیاد میدیم، زدیم به قلب دشمن، یکم گیج شدیم تو دستور دادن. اگه بتونیم فرماندهشون رو بگیریم خوبه. امیدوارم بتونیم پادشاهشون رو بکشیم. اینطوری دوست ندارم، اینطوری دوست ندارم. بد حمله کردم. پادشاهشون داره فرار میکنه. کاش میتونستم درست دستور بدم. اینی که تک تک دستور دادم، زدم حمله رو خراب کردم. اینا چرا وای نیستن بریم اونو بگیریم بکشیم پادشاهشون رو؟ بذاریم روی سرعت بالا. خب هنوز هستن، هنوز تسلیم نشدم. این بتل ها اکثرشون رو داغون کردیم، ولی خب خیلی بد شد، نتونستم پادشاه تراسا رو بکشم. بعد دستور دادم، تقصیر خودم، ارتشم ضربه خورد، اون نزدیکتر به مرزاش راحت میتونه بره نیروی بکاپ بگیره برگرده. خب چون یکم دورم از خونه، این نیرو رو استخدام میکنم، میزنیم که بریم نزدیکتر شیم، جاسوسمون رو بفرستیم داخل. نیروهای 8-17 دفاعشون خیلی خوبه، خیلی خوبه. هاپلیتسن، هاپلیتس معروف یونان. خب مقدونیه با تراسه داخل جنگ و داسیا و مقدونی هم صلحشون شکسته شد. نه منظورم که صلح کردم، خیلی خوبه. تقریبا یه 4000 تا داریم سود میکنیم اینجا. بریم سراغ ساخت و ساز شهر. بچه ها از این منو اگه نمیدونستین میتونیم ببینین کدوم شهراتون ساخت و ساز داره، کدوم ها ناراحتن، چه شهرهایی دارین و اینطوری چیزشون کنه. خب من شهرم ساخت و ساز نداره و شهر شاهزاده جانشین پادشاهیم هم هست. براش دوست دارم مارکت بسازم یا جاده. جاده بریم چی بنفیتی میده؟ میگه جاده ها بهتر میشن و تجارت. خیلی خوب، جاده ها بهتر کنیم ببینیم تجارت وضعش اینجا اصلا چطور هست. ترید اینکام 37 تا. بعد مزرعه رو میسازم، بعدش هم تریدر. سرباز هم که فعلا داره میسازه، دوتا دیگه داره. بسه. ای بابا این ریبل ها اینجا چی کار میکنن؟ اینا که میان بالا سر شهراتون، شهراتون درآمدشون خیلی کم میشه، پابلیک اردرتون میاد پایین و از اینجور مسائل. پایتخت اونم اونقدر تریدش خوب نیست و کشاورزیش فقط خوبه. حالا داریم یه ماین میسازیم، تقریبا مایی 250 تا فکر کنم 250 تا چیز میکنه، به اون درآمد میده. ببینیم اینجا یه ارتش درست حسابی داریم حمله کنیم این شهر رو بگیریم. 4 واحد نظامی داخلشه. ما میتونیم با این برسیم؟ نه هنوز میذاریم ساختش، عجله نمی کنیم.
بریم تورن بعدی، معطل نکنیم. خب The Greek cities یا شهرهای یونان میخوان با همون تجارت کنن، قبول. بیاین فعلا تا بهتون حمله نکردم با هم متحدم بشین، نقشتونم بدین به من ببینم کجا. خب میگه که 100 دینار برای 10 تورن به ما بده، نقشمون رو بهت میدیم، باید متحدم میشیم. قبول، 100 تا زیاد به جایی بر نمیخوره. مختصاتشون رو تقریبا به دست آوردیم، 1000 تا بهشون دادیم. تو قصه تقریبا 10 تورنه، 10 تورنش میشه تقریبا 5 ساله. شهراشو که به ما گفته یه شهر اینجا داره، بعد یه دو تا شهرم اینجا تو خاک یونان داره، یه شهرم این طرف دنیا داره. خیلی عجیبه این شهرش، خیلی دوره. خب سود و سود و سود، تقریبا 3900 تا داریم سود میکنیم یا بیشتر. ساخت و سازمون رو نشون داد، سربازمون که ساخته شد و اتحاد ما با شهرهای یونان. خب بریم اینجا با اجازهتون ببینیم ساخت و ساز چی میتونیم داشته باشیم. استابلو بسازیم تو شهر شمالی. تو این شهرم سرباز دو تا اضافه کنیم. تجارت، خب تجارت این شهرمون بد نیست، 257 تا داره تریدینگ کامش خوبه. تقریبا میتونیم تقویتش کنیم، جاده بسازیم یا مارکت بسازیم. مارکت رو میسازیم، بعدش هم جاده رو میسازیم برای این شهرمون. خوبه، فعلا خوبه. تو این شهرمون هم بزنیم یه واحد دیگه عصب ساخته شه. هر واحد عصب 370 تاست قیمتش، بزنیم تا ساخته بشه. خب پادشاهمون حمله رو بزن داداش. خدا رو شکر جاسوسمون هم میتونه در رو برامون باز کنه که ما به راحتی وارد چی. سیستم میگه 2-1 احتمال برد ما تو این فایت هست. خیلی خب، چون 2-1 میذارم خود سیستم بازی کنه و بردیم. مردم شهر از اون راضی هم، پس نگهشون میداریم، نمیکشیمشون، قتل عامشون کنیم. تعمیر، دیوار رو تعمیر کن. این سربازم دوباره آموزش بده. چرا نمیتونم ساخت و ساز کنم؟ چون پول ندارم. اوکی اوکی، فتح خوبی بود. جاسوسمون رو بفرستیم به شهرهای شمالی که حواسش باشه، که حواسمون باشه از اون بالا به اون اتک نزنن. و این دیپلماتمون هم یه پیشنهاد دیگه به دوستان تراست بدیم، بیاین بیاین با هم صلح کنیم، تجارت کنیم، پول رو بچسب مرد. میگه هیچ دلیل نمیبینم جنگو متوقف کنم. اوکی، اوه اوه، چه ارتش خوف خفنی هم رو انداختیم پادشاهشون. اوکی اوکی اوکی، ادامه بدیم. خب خب خب، به به، سود و سود و سود. تقریبا 6000 تا داریم سود میکنیم. 6000 تا سود کردیم تو این تورن و یک شاهزاده جوان داریم، آلویوس. چی داری عزیزم؟ یک اینفلوئنس، یک محبوبیت داره، دو تا کامنت داره. وقتی که حمله ناگهانی میکنه احتمالاً شانس بچه دار شدنش خیلی کمه و یک مورال هم میده به سربازا تو میدون جنگ. Untouched by fear، مردی که نمیترسه.
خب تو این شهرمون بزنیم سوار نظام یکم ساخته شه چون استبل داریم. اوکی اوکی تو این شهر جنوبی اونم بزنیم سوار نظام ساخته شه سه واحد. تو همه شهرمون میخوام سوار نظام بسازم. گفتم میخوام فوکوسمو بذارم روی سوار نظام مقدونی ها. اینجا نمیتونم استبلش که داره ساخته میشه. خیلی هم عالی. برای این نگهبانی از شهر دو واحد دیگه هم از اینو بساز پسر. خب الان چیزی که ما لازم داریم جاده است. جاده ای که بتونه سربازمون رو کل کشور جابجا کنه. پس توی اکثر شهرمون که ساخت و ساز ندارن این باز شده. خب پابلیک لویال خوب 110%، ولی خب این کشور، این شهرمون بیزانتیون یا همون استانبول امروزیمون نداره، جاده نداره. جاده رو میسازیم، معبد زئوس رو میسازیم، استبل رو میسازیم، پولمون تموم شد، چیزی دیگه نمیتونیم بسازیم. یه دو واحد هم سرباز میسازیم تو شهر بزنیم برای حفاظت. هم که گزارش ساخت سرباز و اینا اینجا ببینیم میتونیم حمله کنیم آتنو بگیریم با سوار نظاممون و شاهزاده جدید. 5 گردان سوار نظام با خودش 6 تا واحد نظامی. اینجا رو محاصره کنم فعلا. بزنم یه چیزم بسازم نه؟ آره دارم میسازم. بشی واحد پیاده نظام بهشون بگم بره به پیونده که کمکشون کنه. خیلی خوب. آقا مرسی که تا اینجا یه ویدیو همراه ما بودید. ویدیوها رو کوتاه کوتاه میسازم که حوصله‌تون سر نره امیدوارم و لذت ببرین در کل. خودم هم اینطوری راحت‌ترم. مرسی که تا اینجا نگاه زیبانتون در کنار من همراه من با این بازی جذاب عالی در کل کنار هم بودیم. آره جمله بندی نیومد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication.